اگر با خودت دوست باشی، هیچ وقت تنها نخواهی ماند. سلام و هزاران سلام خدمت تمامی شما خوبانه که برنامه خودتان برنامه گپ نو را بیننده هستین. آرزو دارم هر کجای دنیا که هستین جور صدمن سرحال باشین و تا پایان برنامه برنامه خودتان را همراهی بکنین. خیلی خرسند هستم از اینکه باز هم حبیب ناظم با جمع از همکارایش خدمت شما است و برنامه را تقدیمتان میکنم. برنامه خودتان برنامه گپ نو. خب مثل همیشه در آغاز برنامه کی را میداشته باشیم؟ خوشکلام برنامه اما تو شیک با دوام با خبرهای خوشش در این برنامه همچنان با ما است. نسا جان سلام، خوش آمدید. خوش آمدی. خیلی خوش آمدید به برنامه. تشکر. و خبر مشنایم از خودت حال دیگه ببینیم که چی میگی به بیننده عزیز. سلام علیکم که هیله پا گیده گیده گلون ما هر کلای کم هیله چه جور رو خوشحاله بعد وسته در روژه میاشت ما پا خوشحاله سره تر سره کیگی. خبر خوش که امروز آوردیم ناظم جان خود خبر داری که امارات اسلامی داری او آخر پیش از این خبرهای خوش بگویی باش بلی؟ که من ماشالله همین روز براست که خودت میبینم واقعا خوش میشم. یک کم اندامم فت شده نه؟ همی همکارای عزیز توجهتان رو میخوایم باش که نصرت خود میبینین که ماشاءالله چقدر روز به روز لوکس و یک میمونی هم سرش گشته. بله خیابوز همی خمتا یک مدل ها رو برم خوب یک انقاقه چی؟ ریشگه که چارخانه پوشیده که باز یکان وقت لدو بزنیم پنجا قم میتونی؟ نه چی هست ای دانش هست لشپکان هم میتونین خانه دارم آزاد بیا ما بگو باش که نصد در واقعه برنامه که میام تو با روحیه روحیه بیا خیر است که اگر تشکر مشکل هم داشت خبر خود تقدیم ما میکنم. تشکر ناظم جان. امارات اسلامی باز هم قسمه که در جریان هستیم در روز اول ماه حمل سال نو نمایشگاه کتابخانی در ده افغانان برگزار شده بود و دومین نمایشگاه کتاب در کوته سنگی برگزار شد که بازم کتاب دوستا اونجا رفتن کتاب گرفتن کتاب خریدن و اونجا یک جای بسیار مناسب جور شده بود برای کسایی که میخواین کتاب بخوانن اونجا ششته بودن و کتاب مطالعه میکردن که ما از اونجا یک چند تصویر گرفتیم امرای خود آوردیم که میتونیم ببینیم. پس میریم خبر را که در موردش نصرت جان صحبت کرد با هم میبینیم و برمیگردیم در ادامه برنامه. مهمان هم خود داشتیم و چه گپای دیگه در برنامه خود بود برای شما یادآوری خود کردیم. بیا هم پخیر او گرزیدی هغه کسان چې کتاب مطالعه سره شوق او علاقه لري دوی کولی شي دغه نمایشګاه او تلار شي هلته کتاب په ډیر ارزانه بیا واخلي او که نه غواړي چې یو کتاب واخلي هغوی کولی شي چې هلته لاړ شي کینی او کتابونه مطالعه کړو. دا یو ډیر د خوښۍ خبر ده. بله عزیزا به ادامه برنامه قسمی که وعده کردیم همیشه مهمان میداشته باشیم ولی در این برنامه متفاوتتر از برنامه گذشته. همیشه در برنامه گپ نو کسایی که میان با دستاورد میان و حاجی صاحب بشیر خو میشناسی؟ حاجی صاحب بشیر امو چیزای از امو حیوانات وحشی که داره امو رو میگی؟ نه حیوانات اهلی یعنی زیباترین امو گرگش بسیار خطرناک است. من یک بار دیده بودم در یک برنامه. بله حاجی بشیر کسی است که حیوانات دوست داره، گفته خودش که شوقی است و حیوانات دوست داره و حیوانات پرورش میده به مشکل درستش و زیباترین حیوانات که هموطنای ما دوست داره در خانه هایشان داشته باشه حاجی صاحب بشیر می داشته باشه و البته او رو پرورش میده باز به فروش هم میرسونه. خودت حیوانات دوست داری؟ پشک بسیار دوست دارم. پشک دوست داری؟ من تمام حیوانات دوست دارم چون همشون زیباستن. پشک و سگ خود دیگه از سگ بسیار میترسم. امروز ناظم جان من یک جایی رفته بودم دمی دروازه که داخل شدم یک دونه سگ استاد بود بسته نبود. اول همی صاحب خانه را گفتم من سگت خونه میخوره گفت نه میتم به خاطر که من بسیار میترسم. نه نترس. با حیوان چقدر یک خاصیت که حیوان داره واش کارو من برات بگویم چون من نگاه کردیم گرگم نام گرگم رکس است نام پشکم پمی. حیوان یک خاصیت داره چقدر برش محبت بتی دوباره کوشش میکنه از هر طریقی که شوه او محبت او مهر را که برش میتی دوباره نصر جان او رو برات انتقال بده. یعنی حیوان واقعا یک قلب مهربان داره. به می دلیل ما در این برنامه خواستیم که حاجی صاحب بشیر با پشکای زیبا و
گرگ زیبای کاسکی. آسکی یکی از گرگای هست که با چشم آبی و رنگای متفاوت که شما دوست دارین. چطور؟ داشت را باشیم؟ گرگ هم آورده؟ گرگ هم آورده. خیمه همه تو زود گرد بروم دیگه. شکش خیره خواهم، این گرگش هم من گفتم دیگه. نه باش، آجی صاحب بشیر می داشته باشیم، من هم در جای میرم که آجی صاحب بیای باز، هم پشک ها و گرگاش ها. گرگاش خب بسته است انشالله. آه بسته است. آه مشکل نیست. با ادامه برنامه گپ و نو خوش آمدید عزیزا، شما را خوش آمدید میگم و امروز در برنامه ما متفاوت‌تر از برنامه‌های گذشته در مورد چیزهایی صحبت میکنیم، گپ‌های جدید خود داشتیم که بعضا خیلی علاقه‌مند هستن و کمنت هم داده بودن و پیام هم داده بودن که روی مورد صحبت بکنین، مثل خودم مثلا شخصا خودم حیوانات دوست دارم و به این دلیل هم اینجا میبینین که در استودیو ما پشک‌های مقبول و او گرگام گرگ آسکی است. از نصر جان تشکری میکنم، برای بخشای بعدی آمادگی بگیره. حاجی صاحب بشیر و رامین جان در استودیو داریم. خیلی خوش آمدین حاجی صاحب بشیر، باش که با نام و چهره شما کلگی آشنایی دارن. امروز گفتیم در برنامه شما را داشته باشیم و بیاین از چی میگن شما پرنده و نام حیوانات گرفته میشه باز حاجی صاحب بشیر زیاد میشناسن. پرنده هم از حیوانات هم از دیگه همین چیزهای دیگه همین حیوانات آوردیم، همین پشکار چوچای آسکیره دیگه. باش که یک سلام خاص حبیب جان به خودتان، سلامت. یک سلام خاص هم به تمام همین دوستا و تندارا شوقیا که ما را از برنامه تلویزیون آریانا میبینن. زنده باشین. و رامی جان هم خوش آمدن. سلام، شام شما بخیر. حبیب جان قند، یک سلام خاص به خودتان، یک سلام خاص هم به تمام شوکه و تمام بلندهایی که ما را از پرده تلویزیون آریانا میبینن. بخیر باشین. و اینمی نقطه خاص هم متوجه نشدم، ای راجی صاحب مرمت. سلام خاص به شوکه ها. یعنی که ای باید خاص باشه دیگه. دایم حبیب جان دادر سلام ما به شوقیا. شوقیا را که سلام ندی خو باز دیگه مهمان ما بود دیگه. شوق نداره خدا یار. نیوارم سلام میدیم به شوقیا را. دارم دیگه سلام خدا. شوقیا زیادتر از سلام به خاطر که خودم شوقی هستم. اینا ما در جمله شوقیا میایم یا نه؟ ما بچه‌ها سگان و کلاب سارا یونا را دوست دارم. هر کس که دوست داشت شوقی است دیگه. بخیر باشه. بخیر باشین، سلامت. آجی صاحب بشیر با مو خوشکلامی خود همیشه وقت با مو جبین گشاده و لبخند همیشه با سوالات جواب میتن. بیاین امروز از این پشکا بگوین این جنسش چگونه است، از کجا میارین یا نارا؟ حبیب جان قند یک از تاجیکیسته. خب ما در افغانستان نداریم؟ داریم خود پشکای وطنیسته دیگه. یک است در حسلش خارجیسته، خب مردم که نسل میگیره در تاجیکستان نسل میگیره. خب از این مدل پشک ها چند رقم است. یک مدلش هست چشم آبیست پشمیست، یک مدل دیگهش چشم زرد است، یک مدل دیگهش دو چشم است که یک چشمش آبی می باشه یک چشم زرد می باشه. آها. که بسیار جالبتر می باشه دیگه. امین باز بزش دیگه چشمایشان هر رقم هست دیگه اونم یار دوستار شوقی های که کارش باشه بر چیزی که بخوایم ما برشان امشالا میاریم دیگه، هر رقم که خواهششان باشه. خواه باز ای که از خارج میه با محیط ما سازگاری داره، یعنی حال هوایش چگونه از تغییر نمیکنه مثلا اتو با طبیعت افغانستان بلد میشه نمیشه؟ پشکای وطنی ما شما را که هرچی بیتی میخورن ای؟ یا خوراک یافدانه است یا خوراک خاص داره که غذای پشک همی کتفوت است او را میتنیشان اونم او را میخوره و دگه ما در دوکان تخم جوشانده را برش ریزه ریزه میکنیم میتیم و در خانه میشه که دوستای ما که نگاه میکنه امون نان غذای خانه را که برشان بیتا میخورن. آها بسیار خوب. و در مورد آسکی، آسکی بسیار علاقه من داره. آسکی ها بسیار علاقه من داره. خوب قیمت هم داره نه؟ والا قیمت ها زیاد خوبش هست نسبت به دیگه گرگا بیب جان، قیمت ها زیاد بسیار بالا هست. حالا فعلا چگونه است علاقه من داره آسکی؟ تو یکمه که ای بیچاره رو خواه برده باش در استودیو فهمیدن شب شده خواهش هم برده. بخی بیا اوگار نشه آجی سر؟ نمیشه، نمیشه. نگهشم بکشمرشم. ما چقدر مقبول است؟ آیا دیگه زیبایی خاص خدا دارم. میبینی؟ خواه
یا چه که وقته است حاجی صاحب؟ یا دیگه دونیما شده بیب جان. دونیما دونیما از اینکه که خورتر او یک مرحله داره که چشمای زیاد بسته است نه؟ در اون مرحله باز ایره که جدا میکنن یک برای ما یک کس امانت آورده بود تو رو شیر زیاد مورد باز میماره او به خاطر که دمو شیر مادر خود می باشه خب. او خورتر می باشه با او رو میاره قبل که غذا بتیم اون گاشده نمیشه به خاطر که یا در دماغی جدا میشن در دماغی میتونی که هر رقم غذایی رو بیتی خورده میتونه و غیر از او او را 20 روزه 30 روزه میگن چشمش پت می باشه خودتر می باشه باز نگاه کردنش مشکل است بسیار مشکل است حاجی صاحب قیمت ترین گرگ که پشتانه است چند است قیمت ترین گرگ کس حبیب جان ما گرگ دارم به میال دباغ در شکردره در پیش ما تا 5000 دلار ما گرگ دارم 5000 دلار نگوین از دمی 34 ولایت افغانستان به تمام می شوقی ها معلوم است شوق ما معلوم است که ما چی رقم شوقی هستم به نامش رقم حیوانات پرنده کمی دوستا و تندارا بخواین حاجی بشیر برشان حاضر میکنه همیال در حساب همی گرگ جرمنی ما در رقم نسل دارم در رقم اصلیت ما در خانه دارم گرگای جرمن شیپر اگه آسکیست اگه بنجر است اگه همی پاپیگکای پامرانی است به هر رقم کمی دوستا بخواین پیش ما هست. یک چیز هست همی ایوان ها کسایی که با ایوان علاقه من باشه باز همو شوقی شد و گفته شما مشناسن نه؟ چون بوی ایوان میمانه فکر کنه نه؟ میفهمه که نمی باز خدا ایوان ها تا میفهمه نفر شوقی را مشناسه که کی شوقی هست که نیست باز خدا را میگیره ایزا ای 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 یک گپ داره اگر می آسکی که در بغل ما هست نه؟ ای چطور است قیمت از ای؟ قیمت اون همو حبیب جان در اون بغل تو کسی یک 400 دلار است 400 نصرت یک چند ماماش تو جمع که بخیر باز همی رو بخریم و بریم خانه باز یک ما خودت نگاهش کن یک ما چطور دارکتر بر روما بگه خیبر ما چی بگه ما شریک بشم بسیار خوب نه کسی که آجی صاحب گپی است 400 دلار کسی که علاقه من است فکر بکنم که باز در شوق خود دیگه هیچ چی نمی کنه نه کسی که شوقی باشه باز در قصه پیسش نیست کس جان قن ما اعتبار کنه شما که بسیاری وطندارا دوستای ما از کشورهای خارج بر ما زنگ میزنن ایجا دوستشان یا بیادرشان یا بچه کاکایشان در افغانستان است میگه آجی بشیر ما در قصه پیسه نیستیم خود چیز خوبتر بتین یک جنس بتین اصلا به مزامت خواری ما ارزش داشته باشه بسیار خوب این اگه ایلاو تو مالایی شد در این چیز بگرد ایز را آزاد نیشه چا ببینم که تیگ هنی؟ با نمی سرزش یک جنس باش که برای چکر هم بزنه اینه خب اجان ها آسکی بیا چطور است باز نسبت به گرگای دیگه که مثلا جرمن شیپر اینا خوب بسیار گپ هم میفهمه باز آسکی چطور است؟ یا بسیار گپ هم است یا بسیار تعلیمی میشه نام خدا مثلا میفهمه نام گرگ من رکس است خب رکس نام شما نیم دیگه باز اون نام که بانه اینو صدایش کنی بگو هر کار رو که بگوی از اون خورتاره که که تعداد کرده باشه ها اونمو کار هم میکنه دیگه بیا بیا بیس بیا خب و پشکار اگر کس قرار باشه بخره از شما او باز قیمتش چند است؟ قیمت از او دیگه هر رقم پشک است حبیب جان نه این که در قفس است این همی که در قفس است یکیش 15000 قیمت داره یکیش 10000 افغانی قیمت داره بسیار ارزان اینه بسیار به نرخ ارزان اما تو نیست آجی صاحب ارزان ها به خاطر که بسیار چشمای از یا مقبول است آجی صاحب خواهیم پشک ها را میشه که ببینیم بازی کرده زی گرگا جنگ نکنه به سر چشم جنگ نمیکنن بکش میشه نه کس ای کنه کال هنوز تمامش خورد است کال یک دفعه کدام حادثه رخ نده میشه بیا برای بیا بیا برای آفرین این حبیب جان قن مقبولی از این کس در دو چشمش است که این همی دوستا ببینه شوقی ها سعی کن ایزا هم که دستو با میل سیاره پشک هم میفهمه که چی هم کسی هم دوست دارم بازو خردتر از بیخی این خرد است چه که وقت هستی؟ او دیگه یک و نیم ماه شده یک سه ماه است یک و نیم ماه و سه ماه خب بسیار خوب حاجی صاحب اینه عیزا خواستیم دیگه گپ و لو امشب با کسایی که شوقی پشک و گرگ هستن داشته باشیم حاجی صاحب بعدا میکنه دیگه میگه در برنامه های آینده میاییم و
حیوانات دیگر هم خواهد داشتیم. انشاءالله می دوستا به خیر منتظر باشند. در برنامه بعدی بسیار حیوانات های بالا میاریم، بسیار پرنده های بالا میاریم. آجی صاحب، یک سوال متفاوت همی کسی که مثلا گپ از پشک و پرنده و گپ ها میشه، باز همی شهرت خودت باعث میشه کلگی بشناسه. میگه یک روز من عاصم صاحب اسم هستم، نه عاصم گفتم که الان پشک مرا خود خدای ارجانشان کسایی که پشک پیشم نیست پشک مرا دزدی کردن. دیگه چی بگویم شه عاصم صاحب؟ گفتم پیش حاجی صاحب بشیر میری، باز بگو که یک پشک کار دارم. گفت نه در خدمت هستم. نام خودت دیگه امی آجی بشیر تایم اسکن که پرسان کنی خلاص دیگه ما در خدمت هستیم بیادر. نگوی که نو... نه نه شوقیستی حبیب جان. آه شوقیستی ما. خواه آجی صاحب خیلی خوش آمدین به برنامه، لطف کردین وقت گذاشتین. خوش شدیم، انشاءالله در برنامه بعدی هم شما را خواد داشتیم. تشکر، زنده باشی حبیب جان. این پشکک هم رفته فعلا دیگه در موقعیت خود خدا خوشخوی نکنه مخصد. نه نه نه. کدام پیام گفتاری اگر باشه آجی صاحب شما میداشته باشی؟ دیگه کدام پیام خاص نداریم و میار دوستا هر وطندارای ما که شوق میکنن یک شوق کنن که به مزامت خواریتان ارزش داشته باشه. به خاطر که بسیار مردم هستن، دوکان هستن، بسیاری مردم ها رسای کنی در خانه سودا میکنن. یک چیز حبیب جان میگه دیگه چیز میته انشان نفته. مثلا یک رقم جنس نشانشان میته، باز دیگه چیز میته شان. فقط ما به تمام همی دوستا دائم گفتیم در برنامه خود که فقط از ما که مال خریدن بیخی خاطرشان جمع باشه، چی پشک باشه، چی پرنده باشه. بسیار خوب اجانا، شوق میکنن چیز خوبش شوق کنن، شوق میکنن چیز خوبه شوق کنن و خوب نگهداریش هم کنن. آه باید که نگهداری شوه. این امی پشک دونه و صدا داره که ما در موردش خانه مالی امی خورخور که میکنه اس رضایت شست، یعنی خوشش میاد که نازش بیتی. وقفه می داشته باشیم عزیزا، برمیگردیم در ادامه برنامه با بخشای متفاوت دیگه هم در خدمت شما خواهد بودیم. ادامه برنامه گپ نو، شما عزیزا را به ادامه برنامه خوش آمدید میگم و آرزو دارم تا این لحظات برنامه مورد پسندتان قرار گرفته باشه. از اون چیزای سابقه که نصرت با او چیزا خورد کلام شد واسه خوش آمدید. سلامت زنده باشید. خوش آمدید. خوش آمدید به برنامه. سلام، خسته نباشید. باش که دایی برنامه گفتن طوفان متناسب شد. خو صحیح است، هرچی از دوست آید نگه نیکوست. تو بگی اگه امتحان کسایی به دلت هست برو خیر امام میگیرم. بگی بگی برو اول تو. نه کار برنامه را یک چرا نسازی یک چرا این مونده یعنی نصرت جان از را رفته به دکان. دکان رفته گفته کاکای چند است چند است بازی رفت گرفت مسعدی لاشتکایش به خودت آورد متوجه نشد یک چی گپ داره باز در موردش صحبت خود کردیم. آسیب صاحب بخش میدان بیا را پیش میبره. خیلی خوش آمدید در برنامه. در برنامه امشب قرار است کجا در مورد برنامه‌ای که رفته بودی صحبت بکنی؟ من فکر کنم اسب دوانی بود. چی بود؟ خب یک دو عزیز ما بین هم چالش بگوییم یا رقابت بین هم داشتن که دو اسب سوار بوده که دمی سایه پرارتل همیجا ثبت کردیم و برشان بعض گیم‌ها را دادم. خیلی خوب بازی کردن، دوستام که ببینن انشالله خوش میه. خب نصر جان میریم این بخش میدان بیار اول میبینیم باز روی گیم که در این برنامه داریم. این گیم است از زایی چی میگن؟ ایره دیگه نایفان گیم پونپونک است. پونپونک میگنش نه؟ پونپونک، آه پونپونک. بله اگه در طفولیت از این خاطره داره دیگه ما هم خاطره خیلی جالب دارم. ای در خورترکی خود تیر سرنای میگم. نه سرنای نه نه سرنای دیگه چیزه یه ترامپت میگم. بعد از وقفه گیم سرنای مصد از اینی یک رقم دیگه شسی در بایسکل خود بند کرده. این رقمی که میگم خب بریم بخش میدان بیار ببینیم. از ما برمیگردیم واسم صحبت داریم و امروش یک گیم خیلی خوب بازی خواهد کردیم. به نام یاد خدا. سلام هموطنهای عزیز، آرزو دارم صحت و سلامت باشین. خوشحال هستم که بازم برنامه میدان بیا آغاز شده و گپ نو بخش میدان بیا. دوستان عزیز، بنده فیصل هستم در خدمت شما. امید یک هفته را با خوشی و لبخند در کنار خانوادهتون سپری کرده باشین و امروز ما آمدیم به سایه پل آرتل، یکی از جای دیدنی. شما هم می‌بینید قسمی که در تصویر منظره دیدنی کابل است.
و دوستا امروز ما آمدیم که در بخش میدان بیا دو هموطن ما که خوب اسب سواری را بلد هستند در اینجا یک رقابت داشته باشند. اینجا دوستای ما هم موتورسیکلت سواری میکنن، هم اسب سواری میکنن، هم بایسکل رانی میکنن. خب تمامشان نوجوان ها هستند و اما چند رفعه که پیدا میکنن میان اینجا چکر خودم میزنن. ما هم گفتیم که امروز دو عزیز یک دو گیم امروزشون بازی میکنیم، ببینیم که گفتن ما خوب بلد هستیم و خوب از سواری هم بلد هستیم و دیگر چی میگن بسکشی هم کردیم. به هر حال بیاین که دیگر صحبت ها رو امروز خودشان داشته باشیم، شما در این بخش ما را تا پایان همراهی کنید. دوستان عزیز گفتیم باش ما هم یک اسب سواری را تجربه کنیم. بگر او رقمی بسیار مشکل است که پایین کنی خود چیزی را بخوای بگیری بسیار کار و مشکل است. نه اندازه مال است. ما هم یک تجربه کنیم. باش که حالا بخیر پایین میشیم. توکل به خدا. بسم الله الرحمن الرحیم. این همی دو جوان کاکه جای که امراشون معرفی میشیم. سلام سلام، خوب هستین؟ بخیر خسته نباشین. سلام سلام، بخیر هستین؟ این تو جاندار داشتی مگه بزن نام چی هست؟ نام غلام نبی. غلام نبی جان، همی اسب مقبول مربوط خودت میشه؟ از سواری را بلد هستی؟ به شکت هست. نام خودت؟ رئیس احمد. رئیس احمد؟ رئیس هستی؟ کدامتون چی میگن چپانداز چی میگن؟ اشتباه نگویم ام استیلایش. چپانداز. چپانداز هستی. چپانداز اردو ایم. اردو؟ خب بچه های کاکا هستین چی رقم؟ رفیقا هستن. خب دوستای عزیز امید دو عزیز ما امروز با اینمی اسب وطنی یک رقابت دارن. سعی که یه اسب ها مقدر دگه شیمه نداره خوب از دگه. بازم میشه که یک رقابت داشته باشن. برحال اول میخوایم برتون تایم تعیین کنم. شما می طرف کمی بیاین. اول برتون تایم تعیین میکنم ببینیم که در چند دقیقه شما رفت آمد میکنین. درست؟ سه مرتبه خودت رفت آمد داشته باش و ما بر ببینیم که در یک دقیقه هم ببینیم چند بار رفت آمد کرده میتونی. از سه بار هر قدرش که زیاد شد و دیگه فکر کن که خودت امتیازت بیشتر شد. درست؟ یک بار امتحان میکنیم. آماده هستین ان شاء الله؟ اول خودت برو. درست است؟ خب دوستای عزیز اول امی رئیس خان روان میکنیم که خوب بلد هم است، خوب بسکشی رو بلد است و موفق هم است. نامی اسب چی است؟ نامی اسب جران. چی؟ جران. جران؟ خب اسب بسیار نازنین چیز است دیگه. یکمک بیچاره خوارزار نگاش کنه. همه تست؟ خوب است. خب دوستای عزیز این امی رئیس خان آماده هستی؟ آماده است. خیلی یک بار بالاش چه رقم از تاریخ ما نمیفهمیم چه رقم میشن. ای بیشک پست. خب دوستان عزیز در یک دقیقه رفیق ما باید رئیس خان از این سر پل به این سر پل ببینیم که چند مرتبه رفته میتونه. اگه سه مرتبه بتونه خب نور علی نور. خوب است؟ آماده استی بخیر؟ خب شروع میکنیم تایم از 3 2 1 شروع.
دوستای عزیز 40 ثانیه شده فعلا، 43 ثانیه، 45، 48، یک دقیقه هم پوره شده فکر میکنم. مینه دیگه باید خدا به سرعت برسانه شیما کو که یک دقیقه پوره میشه. بشک بشک 57، 58، 59، بس یک دقیقه. خسته نباشی، خسته نباشی، خسته نباشی. و یک دقیقه دو مرتبه رئیس خان تانست که امی پل رفت آمد کنه با می اسب جوان مرد. خب بیا حال خودت عزیز که نوبت رفیق ماز ببین می چند دقیقه میتونه. خب خودت چند مرتبه میتونی رفیق؟ خودم هم شاید دو دفعه بتونم. دو مرتبه؟ آه. نه اگر از رئیس خان که لایق نیستی؟ ها؟ از رئیس خان که لایق نیستی؟ بیا ایستو بیا که صدایت هم داشته باشین. چطور از رئیس خان که لایق هستی یا نه؟ خب برو بخیر بالا شو تایم خودت هم قید میکنیم. دوستا ببینیم که عزیز ما چند مرتبه رفته میتونه. برو یک دو سه. به به یک مرتبه در 20 ثانیه یک مرتبه. برو برو آفرین در 20 ثانیه یک مرتبه. سرعت سرعت می فکر میکنم که این رفیق ما شاید بیشتر بتونه. 36 ثانیه، 37 ثانیه. آفرین آفرین. 44 ثانیه. یک بار دیگه میتونی بری، وقت داری. 44 ثانیه. حالا یک دو سه شروع 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 شروع. این رفیق ما یکمه که رارم کوتاه گرفت. خب رارم کوتاه گرفت. بیاد اگه که وقتت پوره است. یک دقیقه و ده ثانیه. یک دقیقه و ده ثانیه این رفیق ما تانست. لالا نبی ما که سه مرتبه با اسب از اون طرف پل به این طرف بیایه. بیا عزیز پایین شو. بیا 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 خسته نباشید. خود دوستای عزیز حال گیم بعدی خود میریم با این دو عزیز ما. گیم بعدی ما این است که یک بوتل هم میمانیم و این دو عزیز ما ببینیم که بوتل از روی زمین برداشتن میتونن یا نمیتونن. خواه دوستای عزیز گیم بعدی خود داریم. گیم بعدی ما قسم است که اینمی بوتل آب که شما میبینین با امی بوتل آب به شکل افتاده است. این را باید در ظرف یک دقیقه اینمی رفیق ما ببینیم چند مرتبه میگیره. باش که بوتل آب این صورت باید چور نخوره. اینمی جا باشه. خب دیگه رئیس خان آماده است. در این گیم پیشتر خو لالا نبی ما کامیاب شد. حالا ببینیم که رئیس خان موفق میشه یا نبی جان. خب تایم ما قید کردیم یک لحظه. با 3-2-1 شروع میکنیم. درست است؟ آماده هستی؟ خواه در یک دقیقه ببینید چند بار بوتل آب میگیره پس مندازه به خاطر که خوب بلد از دگه بزکشی ره. 3-2-1 شروع. بیایی طرف پرتش پرتش. آفرین. دور بخو دور بخو دور بخو امرای اسب. یک دور بخو یک دور بخو امرای اسب. پرتو یک دور بخو پس بیا. اینه تو اینه تو اینه اینه تو. آفرین. این طرف بیا این طرف. این فعلا دو مرتبه شده. ببینیم. آها آفرین آفرین آفرین. بشک بشک بشک. 33 ثانیه. دور بخو دور بخو باز دور بخو دور بخو دور بخو. آفرین. دور بخو بشک. آفرین. بوتل آب. آه بشک. 4 مرتبه. 4 مرتبه. برو برو 4 مرتبه. وا 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 4 5 مرتبه. تشکر تشکر 5 مرتبه. آفرین. بسیار یک چک چک کنید بچه‌ها برش. 4 مرتبه این دوست ما بوتل آب از روی زمین برداشتی. کار ساده نیست. این رفیق ما خوب بسکشی رو بلد است. خب حال نوبت خودت تمام میشه. رفیق بعدی ما میاد. بیا نبی جان
یکم که او طرفتر میریم. یکم وسط سرک میریم. برین برین کم اسپا او طرف ببر. کم دگام او طرف برو. کم دگام. اینه تو بس. این اینجا. اینه دوستا. آله. میبینیم که این رفیق ما میتونه یا نمیتونه. آماده استی؟ انشالله خودت میتونی دیگه. خب. با شمارش 3, 2, 1 شروع میکنیم. شروع. یک مرتبه آفرین. دور بخو. یک مرتبه. دو مرتبه آفرین. دور بخو. یک دور پوره کو. 3 مرتبه. دور بخو. آفرین. برو ما بر استادش میک. نه. آفرین. خیر. تایمش قید میکنیم. خیر یک چند ثانیه. بیا ایسو. تایم قید کردیم. برو پس. آفرین. اسب نمیمونیش. 3 مرتبه. برو طرف. او طرف. برو. و تایمتان پوره شد. بازم آفرین. به 1:06. 4 شد یا 3 مرتبه شد؟ 4 مرتبه. خسته نباشید. باید بودید. خب دوستای عزیز، به این دو جوانام تشویقشان میکنیم. شما هم بچه‌ها چک کنین برشان. کارشان فوق‌العاده بود. به خاطر که کار ساده نیست. و تشکر میکنیم از رئیس خان. رئیس خان کدام گپ گفتنی داری؟ یکم صدای تا بلند کن. گپ گفتنی پیام چیزی نداری؟ قربانت. خب خود چیزی گفتنی داری؟ نه. هیچ. خب حال برنده کدام تون شدی؟ برنده خود داده اول ما شدم و دومی شد. این حال مساویانه ای را تقسیم میکنیم و برشان ما یک جایزه صرف برنامه مد نظر گرفتیم. برندگه نوش جان کنن. خوب همیتا یک جوس مزدار. تشکر از همراهی شما هموطنهای عزیز. تا برنامه بعدی که خدمت شما قرار میگیریم. خدا نگهدارتان. بیا هم پخیر او گرزیدی. میدان بیا برخمول اسم جان سره وکتل چې دوه ورزشکاران دعوت کړي وو او اوغوی پخپل منس کې رقابت پلاره چولای و البته او اوس مونږه اسم جان سره یو رقابت لرو. بله اسم جان، موږ گیم شروع کړو. باش ما بر تشویش کړم یک بار اسم صاحب. خو مقصد ما زیات د گیم بلد نیست. خوب شد که بخیر گذاشت. خیر تشریح میکنه. این گیم قرار نیست که خودت چی کنی. ای ربی پونپونک بزنی. یکیش از خودت. نه قرار نیست خودت پونپونک بزنی. ما کار میکنیم که ما سر پونپونک میزنیم. خب اینه باید آسم صاحب خودت و ما. آها ما خو داخل شما دو تا کدام پلان داریم. اینه باید بگیریم امو زردش آسم جان بتونیم محکم بگیرین. خب ما 10 بار با لاشتک یک کار میکنیم که باید خودت پونپونک نزنی. اگر پونپونک زدی باختی. سعی که برعکس حدس خودت. صحیح؟ شروع کنیم بخیر. یک بار امروی نصرات جانی اول کن که ببینیم که چرا خمد. خشمان نشی. خیلی تو میکنم. بگیرم خوبش مال نمیشه. اردوی تا. اینیشم. من اینیشم بگیرم. باز آخر من خودم. سیست؟ خواهی لاشتک چی کنیم؟ لاشتک باشه پشت. خواه. شما فقط سونه کمره سهل کنین. من هستم از امی... در جای میزنی در پس گوش نزنی برو بخیر. یک. نه ایگیم هست یا جزا؟ 5, 4, 3 هر کس هم طرف مسئل که تو باخته دیگه. خب یک بار دیگه هم همین گیم بگو من دقیق نفهمیم. فقط یک در گوش نزنی. خلا این طرف هم نمیبینی. تا دک نشده تکمیل. اگه پونپونک زدی باختی. آها. این اگه با اگه سعی کن لاشته که کش میکنم میزنم. اگه درد هم کرد صدایی تنه کشی. این تو دیگه. بسیار بچه های با غیرت در این رقابت با ما هستن در این سیدیو و خنگام نمیکنن. 3, 2, 1 اگر پونپونک کردید باختید. 3, 2, 1 حالا مگر
نه آسف خویست نه آسف میسار میسار یک دمی گوش ما نزن دیگه برو برو هر کس گپ هم زد باخته هر کس گپ هم زد باخته نه در گوش خوب نمه والا یا قسم برنده شد هیچ پون پونک باز نبودن آسم شد اجازت گردن مرسد مرسد نقل دادن هم نیست مگم آسم جان این رقم گرفته بود خب این بسته اگر همی قصدان نشد اگر اینه پیشتر تو نبود پیشتر نبود این رقم بیا سعی کن که من هیچ چیز نمیکنم بیا این حالا بیا تو این حالا این حالا شما داد تا بگیریم سعی کن گیم چی باید باشه گیم باید بسیار شفاف باشه از خودت نبود باش اول من آگاه نکنیم بچه این حال نوبت یک لحظه از نگیرم نه بخیره کمی شده دلم می سازم نه آستا آستا خیره دگر رمزه هم هستی جنه نه قطق نیست دگر خوب سعی قطق می خورم محصد یک راز از برم می خورم آی لیدم گیم خودت تو را گفت که ما قد قطق نمیخورم اما من میفهمینم نه شما دو نفر دستا یکی کرده این رقمش خوب نیست نه اما ما فقط یک دفعه داریم نه نه دیگه بازم آسم شب خیلی خوش آمدی به برنامه بخیر باشی یک گفتنی داشتی در برنامه سابق میگفتی مرا هیچ بردی گفتن نمونده بودین از پون پونک میگفتی ما چون از توش لبورد میگفتی کنم چیز بود تونمو رو بگو که بریم به طرف وقفه خب ناظم جان گفتم در دوره تفیلیت دیگه بیشتر همگی ما شما خاطرهای خیلی خوب داریم و یک بار برای من ایدی داده بودن گفتن خدا دیره باید یک چیز خوب تر بخری باز من ایره پون پونک خریده بودم باز ایره پت کرده بودم هر موقعی که میگفتن پول همی ایدی تا چی کدی باز یک پون پونک میکشتیم یک پف میکردم باز پس در جایش میموندم بعضا دوز دارن مثلا اما تفنچه های چی بود؟ عوی بود و نمی فهم تفنچه های مرمی های پلاستیکی داشت دیگه نصرت جان خونه براتان معلوم است یک بیشتر و از اون وقت هم به لوازم آرایشی زیاد علاقه داشتی از اون چیزا خواه تشکر ما خود در اینجا برام این باز یک لشپکان هم لشپکان یا پا شما خواهد از اون دوران ها دیگه در منطقه تو نمیال فلم ترینام میچلن در منطقه ما فلم ترینام میچلن از یا شوله این دیگه شوله نیست نه فلم دلوالی یک هفته میشه ریلیز شده در منطقه تشکر از اینکه در برنامه آمدی هم یک دفعه خدا بچه فلم فکر کرده بود یاد تست دائم ما بچه فیلم خدا فکر میکنم بسیار خوب وقت فراب خودت بگو برمیگردیم از خب دوستای عزیز میریم به یک وقفه کوتاه دوباره زود برمیگردیم گپنا خبرون طبیعه هم په خیر او ګرځیدای او اوس په دې برخه کې سلامت کوم خبرونه چې زیات لیدون کې په سوشل میډیا کې اخیستلی و کدام برنامه است بله پیش از اینکه هموطنان عزیز ما لطف میکنن مهربانی میکنن پیش از اینکه بریم در بخش سلامت بگویم که کدام برنامه بیشترین بازدید را داشته یادآوری بکنم که نصرت جان همی خواهرها برادرها هموطنان ما که برنامه گپ نما میبینن من خرسند به این بهشون که دوباره کامنت میگذارن ما هیچ ناخودآگاه یعنی هیچ وقت متوجه نشدیم که من پای خود همکارای ما نگفته کدام کامنت سر لباس اومده نه سر لباس شکرتانوز نامده ولی میگه همی حبیب چرا پای خود این رقم میگیره و یک پایش امی پایش کوتاه نیست پایش کوتاه چی تشکر می کنم از خواهر ما کی کامنت مون بودن نه صحیح بخی جور تایرست ناخواسته است امی هم لطف شان است یعنی دقت کردن امی هم کارای ما میکنن کامرمن های عزیزم که اینجا هستن امی نکته رو آپای نازم جان ایلا کرده دیگه برنامه رو سعی کنین آها خوب شد امی هم نکته رو پیدا کردی بر صورت برنامه صبح زندگی یکی از برنامه‌ای بود که در سال نو نشر شد ویژه برنامه بود و بیشترین بازدید را در چینل یوتیوب آریانا داره شما از میتونین برنامه گپ نو بخشایی که در برنامه گپ نو نشر میشه و اگر به گونه کامل در برنامه دیده نمیتونین میتونین به گونه کامل در برنامه در چینل یوتیوب آریانا برین و برنامه خودتون
بیننده باشین. همچنان برنامه صبح زندگی که بیشترین بازدید را داره چند کامنت به خانش خواد گرفتیم. ما میخوایم از این برنامه یادآوری بکنم که بخشای متفاوت داشت. کاغذ پران بازی رفتیم. خودت نبودی دیگه. امور ما را نبردین. خودت میفهمی دیگه. احمدی صاحب خود دیدی دیگه. احمدی صاحب پنج پارچه را که نیمک آزاد کرد. تارش حتما خوبش بود. تارش خوب بود یا ای که تکنیک شاید داشت بر صورتش. میریم بخشای از برنامه صبح زندگی که در برنامه سال نو ویژه صبح زندگی بود. یک چند بخشش هم میبینیم و چند تصویر رو هم برمیگردیم. کامنت های شما اجزا رو همچنان به خانش خواد گرفتیم. سلام و باز هم وقت همه شما هموطنان عزیز ما بخیر باشد. تشکر از اینکه تا این لحظه بیننده برنامه هستین. ما با جمع از همکارای عزیز ما آمدیم به تپه نادرخان شهر کابل و قرار است که امروز یک میله و سرگرمی و تفریح در کنار هم داشته باشیم. بله بیننده های عزیز، همکارای عزیز ما که هر کدامشان چهره های شناخته شده افغانستان هستند، برنامه های زیبایشان همتان دیدین، با ما یک جا آمدن تا یک رقابت گودی پرانبازی بسیار جذاب را برگزار بکنیم. ببینیم که کیها در کاغذ پرانبازی یا گودی پرانبازی مهارت بالا داره و کی مهارتش کمتر است و گودی پرانش آزاد میشه. خب حبیب جان، من فکر میکنم که خدا دیگه خوب سه آمادگی گرفتی. چطور؟ آمادگی گرفتیم، سلامت باشی. اول خوب باش، سلام تقدیم میکنم به اعضایی که بیننده برنامه زیبای صبح زندگی هستن. صبحشون بخیر و بهار نو همچنان برشون مبارک باد میگیم. بله آمادگی گرفتیم، ولی پانت تو راسم سوی من نمیفهم. گفت من خوب یک چرخگیر هستم، برای تاربندی را ما برات بنازم، ولی تاربندی را دختر برای فهم که گری پرار قیل خاط رفت یا نه. آسم سوی حبیب راست میگه در چرخگیری خوب هستی؟ من در چرخگیری خوب هستم، خب این پانگ داره باز. حال پانگ از این اول باید بگیریم نه؟ سلام عرض ادب، سال نو همه مبارک باشه و خوشحال هستم امروز که دو دقیقه همراه همکارا آمدیم و ببینیم که میتونیم کاغذ پرانی کنیم یا نه. حتما. و وارث جان، خودت هم تو مسلکی و گفته یکان تو پروفشنال معلوم میشی، معلوم دارست که در کودکی و نوجوانی زیاد گودی پران بازی کردی. چطور؟ یک چیزه که من همیشه و بیننده گفته می در توش لبازی تکله بودم. آره در گودی پران بازی من دیگه فکر که چرخگیر پالوان هستم. در گودی پران بازی این همی دو اینقدر شوقی گودی پران بازی هستی بنده خدا که این داخل موتر دیگه وقت نداد گفت جورش میکنم اموجه امیالم پانگش جور داشت که خودت این طرف آمد. بسیار خوب. و جمشید جان، چطور که همونتا گودی پران رنگ و رنگ مقبول انتخاب کردی؟ دستم عزیز، خب هویداست که بهار نو فصل جدید است و صبح همه هموطنان عزیزم بخیر و تشکر از خودت که در کنار ما هستی برنامه صبح زندگی. خب من همیشه دوست دارم رنگای شوخ در روزهای سال جدید. خب بسیار خوب. خب بهار نو است، بهار جدید است و در جمع همکارا رنگ سیاه و سبز و سرخ خب نماد است که ما عشق از دوستش داریم. بسیار عالی، به به. و رنگ سرخ هم نماد امو دوستی و محبت است. رولا جان، خودت چی وظیفه را انجام میدی؟ خودت هم قرار است گودی پران بلند بکنی یا که فقط چرخه را میگیری؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر رستم عزیز، سلام به شما و وطندارای عزیزی که بیننده هستن. ما خودمون گودی پران گرفتیم، ببینیم که از کی آزاد میکنم. اول این باز تصمیمش میگیرم. خودت آزاد نشی، بیا اگه آزاد شدی توکل بکن. دل نادل خو نیستی در قسمت بلند کردن گودی پران؟ نه ان شاء الله. برنامه تو اصلا کی مثلا کی میگه. بسیار خوب همکارای عزیز، خی اگر آماده هستین دیگه شروع میکنیم کاغذ پران بازی را. حال گردن کدام تایم و حلال نشدم اینجا. و خوب است که همکارای عزیز ما دیگه شروع بکنن رقابت کاغذ پران بازی را، ببینیم که کدامشان برنده میشه و مهارت بالاتر در قسمت بلند کردن و پیش بردن کاغذ پران بازی داره. رولا جان به وقت گودی پران رو بلند کرد، گودی پران خورد، متاسفانه گودی پران ما از بین رفت. سقوط کرد؟ سقوط نکرد، خب که پیدا کرد، ان شاء الله اون رو ترمیم میکنیم. بسیار خوب. خیتا کوره از کاشتیب میزنی جورش میکنیم و برام طرف قاسم صاحب. اینا دو سا باج کمی تار بندی سر دستم جور کنیم که اینا دیگه جمشید جانم گودی پرانم بالا کرد، ببینیم که گودی پران سرنوشتش به کجا میرسه.
اینه چنگ شمال به سرک است، اوی شمال یک دفعه تغییر میخوره. اینه چنگ افتاد پالوان خرابش کردی، پالوان باز خراب شد. تارش در گردن ما به خودت بند نشه که. گودی پران باز گودی پران معلومت است یا خودت ای دفعه؟ رستم جان تو رست گودی پران ما خواستیم دوست دیگه ما برای ما آورد، خود چیزی که دل ما بود نبود، فهمیدم اشتی گودی پران خرد بود سایزشم و به او اساس گودی پران کفید باز. چرا سایز خرد خواستی؟ همو دوست گفتیم یک گودی پران چهار برای ما بیاری دو آورده. خب خیر بر صورت نه دو است. یا مگه ترمیم میشه میشه ترمیمش کنیم؟ فکر کنم یک اسکاشته ضرورت داره. این اگه اسکاشته بشم میزنیم. خب بیننده های عزیز، قسمی که پیشترم بر شما یادآوری کردم که اینجا یک تعداد از اسبا هم هست. کی باخت؟ کاغذپرار چیر خود احواری صاحب کرده، نیمک پنج آزاد کرده. والا بیشک، بسیار عالی، بسیار خوب. جمشید جان بعد از بسیار زیاد تلاشا بالاخره که موفق شد یک گودیپران آزاد کرد و او خود بسیار زیاد خوشحالی داره. خب میریم به طرف سلمان خان که همراه اسب خود اونجا ساده است. بیاین این طرف. خب بیننده عزیز، ما اسب سواری را هم تجربه کردم، واقعا لذت بخش بود در روز اول سال. دیگه امیدوار هستم که این کار ادامه پیدا بکنم، بتونم تجربه خوبتر هم در وسط سال هم داشته باشم. خب طرف همکارا میرم، فکر کنم که عاصم کسی را آزاد کرد. کی را آزاد؟ شرطی تپر امیر رفیق ما آمدم یال امرای موتر خود امیره. دیگه تارم هم خیلی کم است، چند متر است بفهم؟ 500 متر تار خود باشه. خوب هستش؟ مالک بخیر باشین، تشکر. معلوم میشه نام خدا خوب با تجربه هستیم. والا دیگه خود گودی پران شوق از دیگه گودی پران. همکارا یگان نقل میدادین پیشتر، من متوجه شدم همکاری بودیم. ولی اوکی خوب. از نظر خودت کدام همکار ما در گودی پران بازی خوب مهارت داره و لایق است؟ والا کلشان دیگه باز خوش سری پارتنر ما که شده که دیگه خوب شرطی شده. به خاطر که پارتنرت شده یا ای که واقعا یاد داره؟ دیگه خودت تعریف کن. عریف ها که بودیدی دیگه اونمو برنده هستی، فکر کنید خودت فعلا ما عریف نداره. اما تو تارم کم اینه، دوست ها میشه که تارم ببینن. اینه اینمی مهارت تانه نشان میده. خب رولا چی کرد؟ رولا؟ تالخ کس آزادت نکده؟ نه یک دو دفعه آمدی سعی آزاد کرده، بالا ببینیم که آسم چی میکنه. خب بسیار خوب. و حبیب جان فکر کنم که گودی پران خودت آزاد شد، چطور؟ باش قاسم بسیار خوش است، بار اولش کاغذ پران گفته برو کنم و چرخه و تار ابو از تو. بسیار خوب، انشالله که بر همه همکارای عزیز خوب و خوش گذشته باشن. همکارا سات و مخ واقعا تی شد، بخصوص در موجودیت همتان و ای که امروز خوشبختانه هوا هم بسیار زیبا بود، موقعیت بسیار قشنگ، واقعا لذت بردم با همکارای عزیز. انشالله که بیننده عزیز ما هم با دیدن این بخش برنامه لذت برده باشن، خسته نشده باشن. جمشید جان چی کردی بالاخره؟ من نمیفهم از گودی پران تاله نداشتم متاسفانه، یک دومین گودی پران بود. خب یکی نفر آزاد کردم. دستاورد امروز معمی بود که روحلای باوری را به باور ساختم. اسکاشته پم این اسکاشته پم باقی مانده. گودی پران ما پدر مزه خوبی نداشت رستم جان، چانس ما بود. خب بر صورت مهمی است که سات همه ما شما تیر شد و یک روز بیات ماندنی بسیار قشنگ بین هم دیگه داشتیم. خب دیگه کم کم خداحافظی میکنیم از این بخش برنامه با بیننده عزیز. تشکر از این که با ما بودین تا این دم، ما را تحمل کردین. امیدوار هستم که بقیه روزهایتان قشنگ، زیباتر و مقبولتر سپری شوم. از تک تک لحظاتان لذت ببرین و ادامه صبح و زندگی را فراموش نکنین. بله، دیدین که برنامه صبح زندگی شما عزیزا پرطرفدار بود، پربازدید بود در چینل یوتیوب. ما هم چند تصویرش رو بر شما نشر کردیم. حالا هم کمنت ها رو به خانش میگیریم. نصر جان براتون کمنت اولم با موزبان شیرینش میخونه. یک کس به نام نسیمه حیدری کمنت گذاشته، ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله، برای همه شما صحت و سلامت میخواییم، در حفظ الله مهربان باشید. بله، و شایما جان خواهر عزیز ما همچنان کمنت گذاشته، گفته معصومه جان خیلی دختر زحمت کش است ماشاءالله. خب البته یکی از مهمانای برنامه بوده. و اینو که من نمیفهم، یک کمنت دیگه هم از خودت بخون که اسمش من درست ندارم. خب نامش درست فهمیده نمیشه. فقط بهار نو تبریکی گفته به تمام تیم صبح زندگی.
یک هفته ما رو به خاطر از این خبرایی نامش خیلی خوب پرل تشره بود ولی خوک درست نخواد چی بگه سال نام برامتانه عزیز ما تبریک گفتن نه او امین نام کس بیخی یک قسم دیگه آمده سعی کن نازم جان بیخی امی حروف ایجیگی وارا آمده بسیار خوب میرسیم ما پایین برنامه اجزا از حضور شما مرخص میشیم تا ای که تا برنامه بعد باز هم حبیب ناظم با جمع از همکاراش با نصرت جان شطرنجی خدمت شما چطور حالا چرا حبیب پتل نامه میدقم از بله با نصرت جان شطرنجی خدمت شما حاضر میشیم شما را بله پاک لیزال مسپاریم بقیه وقتتان بخیر تربیا او بل اخبارونه چې تاسو چوپړ ته حاضرېږو تاسو په پاک او مهربان الله سپارو د الله پامان